دقیقه اول رو ارائه رو نمتون عرض میکنم، بعدش وارد مباحث جزئی تر فریمورک راکت و اینکه چطوری از ویب سوکت توی پی اچ پی استفاده کنیم میشیم. خب از اولش بذارید من با یه خط زمان شروع کنم که چی داشتیم و کجاها بودیم. سال 1999 تقریبا 17 سال پیش ما HTTP/1 رو داشتیم که یه راه اولیه‌ای بود، خیلی ساده ولی خب زمان خودش خیلی خوب بود و به ما این امکانو میداد که اطلاعات رو به سرور ارسال کنیم و درخواستی رو بگیریم. سال 2000 هم رست اومد که یک حریف شد برام و سال 2000 هم رست اومد که امکان این رو میداد که ما یه سری API بنویسیم که همینطور درخواست‌ها رو به سرور ارسال و نتیجه رو بگیرن و با یه سری پارامترهای خاصی پردازشمون رو انجام بدن. و 2005 هم اجکس اومد که دیگه به ما قابلیت اینو میداد که وبسایت‌هایی بسازیم که بدون رفرش شدن اطلاعات درش بازنگری شه، یعنی به طوری که اون درخواست ها صفحه وب منتظر درخواست ها نباشه، در پس زمینه درخواست ها اجرا شن و فقط نتایج به آنی که نتایج اومد ما متوجه شیم و بتونیم هندلشون کنیم. و 2006 هم سرور سنت ایونتس اومد که یک کانال ارتباطی میان سرور و کلاینت ایجاد میکرد، یک درخواست ایجاد میشد و بعد از اون سرور هر زمانی میتونست اطلاعاتی رو به کلاینت ها ارسال کنه. و 2008 هم که ویب سوکت اومد و موضوع اصلی همین ویب سوکت است. 2010 هم گوگل هر اسپیدی داد و اسپیدی رو داد و اجراش کرد، تقریبا شبیه ویب سوکت یه جورهایی ولی اصلا کلن فرق دارن با هم دیگه، یعنی نباید خودشون گرد، فقط اینه که درست ارتباط بازی رو ایجاد میکنه ولی ارتباط بازی رو ایجاد میکنه به سرور که فایل های مختلف رو بتونه ارسال و دریافت کنه، اصلا بحثش درست کامله. و همین پارسال هم که HTTP/2 اومد که نسخه بروزتر HTTP/1 بود، ولی ما این سری مشکلات با HTTP داشتیم. HTTP بازم بگم خوبه ولی برای رد و بدل کردن اسناد خوب بود، نه برای نرم افزارهای تحت وب. و مشکلاتمون، اولی مشکلمون این بود که روی درخواست و پاسخ تکیه داشت که سه تا محدودیت رو ایجاد میکرد. اول از همه این که فقط کلاینت هامون میتونستن درخواست رو ایجاد کنن و سرور فقط میتونست به درخواست ها پاسخ بده. یه لحظه من بویدم اومده بودم. که فقط و سرور فقط میتونه که جواب بده و نمیشه درخواست دیگه ای رو قبل از پایان دادن به درخواست قبلی ارسال کرد که بزرگترین عیبش بود. و مشکل بزرگ بعدیمون این بود که خیلی هدررفت ترافیک شبکه داشتیم. به این مثال شما دقت کنید که یک سایتی رو شما باز میکنید، تقریبا به فرض 10 تا 20 تا فایل مختلف عکس و به فرض فایل جاوا اسکریپتش و ایناست، تا برای هر کدوم لود شدن اینا یه سری هدرها ارسال میشه، یه درخواست باز میشه، یه سری هدر ارسال میشه، یه سری هدر برگشت داده میشه و اینا تقریبا میشه گفت حد زیادی مشابه همن، یعنی در اکثر مواقع کاملا مشابه همن و ما داریم در حقیقت یه سری داده رو همینطوری ارسال میکنیم و کلی هدررفت ترافیک شبکه داریم. این هم بدترین مثالی بود که تونستم گیر بیارم از میزان زیاد هدرها. بدترین استفادهش مال اینستاگرام بود که برای ارسال تقریبا چیزی نزدیک به 997 بایت و پاسخ هم 131 کیلوبایت، 131 بایت، 131 بایت، چی بود؟ 1312 بایت درخواست، به هر درخواست جواب میده. و شما در سایتی مثل اینستاگرام که برید، اگه وارد تب نتورک که بشید میبینید که هر ثانیه داره این اطلاعات رو میفرسته، یعنی درخواستی ارسال میکنه به سرور و هر ثانیه یعنی این حجم 2 کیلوبایتی تقریبا داره ارسال میشه. و سمت ما چیزی خیلی احساس نمی‌کنیم ولی سرورهای اینستاگرام اونجا وقتی که چندین هزار کاربر به صورت همزمان وصلن
و چندین هزار تا همچین داده‌ای رو به صورت تکراری میاد، اونجا یه ترافیک هدررفته ترافیک خیلی عظیمی هست. و این رو هم که گفتم فقط یک درخواست بر ویزه هر صفحه نیست، چون یک سایت رو باز می‌کنید ممکن هر لحظه یه درخواست اجکس ایجاد کنه، کلی فایل جاوا اسکریپت داره که می‌خواد لود کنه و بابت تمام اینها این هدرهای تکراری ارسال میشه. ولی خب یکم عمیق‌تر نگاه کنیم و ببینیم که تفاوت اصلی تو چیه. اینجا یک مدلی وجود داره، نوشتم خیلی خوب نیفتاده، این اجکس و رست هست، این که هم سرور سنتیمنس و این مورد هم ویب سوکت. میبینید که توی یک درخواست اجکس درخواست ایجاد شده، یه کاربر اون کلاینتمون یه سری داده رو ارسال کرده هدرها رو و بعدش درخواست رو از سرور گرفته، درخواست بسته شده و یه درخواست بعد دیگه ایجاد شده. توی سرور سنتیمنس یه درخواست باز شده، بعد جوابش داده شده و سرور این که میاد پایین همینطور زمان داره میره جلوتر. میبینید فاصله مثلا ممکنه اینجا هر لحظه همون به همون میزان ارسال کنه جواب، ولی مثلا اینجا یکم بیشتر طول کشیده چیزی ارسال نکرده، بعد مثلا یه مدت ارسال کرده و دیگه کلاینت نمیتونه چیزی ارسال کنه. ویب سوکت یک مدل کامل تری بود، به صورتی که درخواست ایجاد میشد، همون حالت سوکت های TCP که توی سی و زبانه سطح پایین تر رو اینو کار داشتیم و توی ویب پیاده سازی شده که هر موقع کلاینت و سرور میخواد میبینید که میتونه درخواست رو بدون داده رو به طرف دیگه بدون ایجاد کردن درخواست جدید ارسال کنه. این تفاوت اصلیشونه. در 2016 که همین الان هست، ارتباطات دو طرفه میانه کلاینت و سرور فقط توسط ایجکس و ویب سوکت میشه انجام میشه، با چیز دیگه میشه ولی اینا الان از همه رایج ترن و چیز دیگه تقریبا میشه گفت منسوخ شدن تا به حدی. نکته مهمی که در نظر باید بگیرید اینه که شما وقتی یک درخواست ایجکس یک سایت رو با ایجکس می‌سازید، نیاز به فکر کردن در مورد هیچ چیز ندارید، نه پروتکل TCP نه چیزی، چون همه این انجام میشه. ولی وقتی که با ویب سوکت شما یک سایت رو ایجاد می‌کنید، باید به همه چیزش فکر کنید، از لحاظ ساختمان دادهش، نوع پروتکل ارسال دریافت اطلاعاتتون و چیز خیلی سطح پایین تری که چون خب این پروتکل سطح پایینه و شما مجبوریش کارو بیشتر انجام میدید و خب نتیجه بهتر میگیرید مطمئنا. و حالا این همه گفتیم ریل تایم اونجور چیزا و چی هست در حقیقت، ما ازش چه درخواستی داریم، ریل تایم برای ما چه کاری انجام میده. ما یک ارتباط سریع بین کلاینت و سرورمون میخواییم و اجرای لحظه‌ای اطلاعات سرور توی مرورگر کاربر، یعنی هر آنی که سرور خواست یه سری کار رو توی مرورگر کاربرمون انجام بده و اینکه بتونیم یه سری دیتاهای باینری مثل عکس و اینا رو هم توش ارسال کنیم خوبه. حالا یکم وارد مباحث ریستر ویب سوکت میشیم. موضوعی که توی ویب سوکت هست و یکی از قدرتش هست ساب پروتکل هست. وقتی که شما یک درخواست رو ایجاد میکنید، کلاینتتون مشخص میکنه که من این ساب پروتکل ها رو پشتیبانی میکنم، به فرض مثلا من XML و JSON قبول میکنم از سرور و سرور میتونه حالا دو تا حالت داره، یا میگه که باشه من هیچ کدوم از اینا رو قبول نمیکنم، درخواست رو میبنده، یا یعنی اینکه میگه اوکی من الان دارم با JSON با شما حرف میزنم و کلاینتمون متوجه میشه که وقتی یک و کلاینت هم متوجه میشه وقتی که یک درخواست ایجاد میشه چی میگفتم و کلاینت هم وقتی یک درخواست ایجاد میکنه متوجه میشه که الان سرور چه نوع داده ای را قبول میکنه و همون داده را ارسال میکنه، به فرض مثلا داده هاشو XML میکنه ارسال میکنه و یا به فرمت JSON یا هر چیز دیگه میفرسته، اصلا رمزنگاری روش انجام میده و میفرسته. ولی راه حل ها چیه؟ تو زبان مختلف برای ویب سوکت نمیم چرا بگم گفتم 15 دقیقه مونده، کلی کار مونده. اینجا یه لیست هست از تقریبا تمام کتابخونه های مختلفی که شما میتونید ازشون استفاده کنید. در زبان برنامه‌نویسی PHP ما لایبرری های تقریبا زیادی داریم که دینوت هست، ریاکت هست و غیره و راکت هست که الان در ورژن بتاش هست،
تقریبا میشه گفت هفته دیگه ریلیز نسخه استیبلشه و این دوتا راکت و پی اچ پی دایمون اینا آزادن، باقی اوپن سورس هستن ولی این دوتا آزادن و این هم که مال سی شارپ اصلا پرایویت مهم نیست مایکروسافت. و راکت ما یه معرفی داشته باشیم که راکت چیه. راکت فقط یک کتابخونه نیست، راکت یک فریمورک کامل برای ایجاد سایت های ریل تایمه. موارد دیگه که اسم برده شد توی اسلاید قبلی اونها در حقیقت یک کتابخونه بودن که شما به برنامه‌تون اضافه می‌کردید و این قابلیت اضافه می‌کردید، ولی راکت یک فریمورکی که شما بتونید باهاش از صفر تا صد یک سایت رو بدون نیاز به هیچ کتابخونه دیگه تا حد زیاد به صورت ریل تایم و تحت بستر وبسوکت ایجاد کنید. مدل درخواست به این صورته که کلاینت همون وصل میشن به هسته فریمورک، همون فریمورک راکت. فریمورک راکت وقتی شما یه برنامه رو می‌نویسید روتر خودتون رو هم می‌نویسید که مشخص کننده این باشه که مثلا الان این کاربر به این نرم افزار وصل شه، این کاربر به نرم افزار دیگه وصل شه و به شما این امکان رو میده که نرم افزارهای مختلفی رو روی یک پورت ایجاد کنید. و همینطور که می‌بینید روتر شما اطلاعات رو به اپلیکیشناتون می‌فرسته، اونها با دیتابیس در تعامل هستن و نتایج رو دوباره به راکت میدن و اون هم اطلاعات رو به کلاینت‌ها ارسال می‌کنه. مزیت اصلی راکت ردیسه، یعنی این به طوری برنامه‌نویسی شده تقریبا که اصلا میشه گفت بدون ردیس کار نمی‌کنه تا الان، ولی حالا ماژول دیتابیس دیگه هم بهش اضافه میشه. دیتابیس اسکوئل رو کاملا پشتیبانی می‌کنه، ما اسکوئل، اسکوئل لایت، پست‌گرس دیگه نچی بود، تقریبا 7-8 مورد رو پشتیبانی می‌کنه. زیادن من لیست نکردم یادم رفته. و دیتابیس های نو اسکوئلی هم ردیس رو همین الان پشتیبانی می‌کنه و ماژول های بعدیش اضافه خواهند شد در روز آینده. ردیس رو هم که چند نفر با ردیس آشنان؟ خب پس خیلی آشنا نیستن. ردیس یک کی ولیو استوره، در حقیقت شما به ردیس میگید که یک مثلا اسم رو الان سرچ کن به فلان چیز، شما یک کلید رو مشخص میکنید به اون کلید یه مقداری رو میدید و همینطوری. به سریع ترین کی ولیو استوره دنیا الان سایت بزرگی توییتر، گیت هاب و توییتر بود، گیتاب بود، استک اوورفلو، سایت خیلی خیلی زیادی الان از ردیس استفاده میکنن. توییتر دیگه بزرگترین نمونه شه و گیتاب هم که تقریبا آشنایی دارید. اینها از ردیس استفاده میکنن و سرعت خیلی بالایی داره و مزیت اصلیش اینه که داده‌ها رو توی مموری نگهداری میکنه و هر بار و هر داده‌ای رو میخواید از دیسک نمیخونه، چون در اون حالت وقتی درخواستتون بره بالا حتی احتمال داره که دیسکتون بسوزه. این قابلیت بعدی راکت این هست که داده‌ها رو خیلی راحت این امکان رو میده که شما کدهاتون رو، خروجی‌هاشون رو کش کنید. یک کدی رو شما می‌نویسید، به فرض شما یک شبکه اجتماعی درست کردید، می‌خواید بهترین کاربرهای روز فلان روز، مثلا روز قبل رو نمایش بدید. خب این کد لازمه هر 24 ساعت یک بار اجرا شه و خب نشون دادن، در آوردن بهترین کاربر از توی دیتابیس یه پروسه خیلی زیادی میخواد و شما خروجیتون رو توی ردیس ذخیره میکنه و 24 ساعت بعدش که دیگه این منقضی شه خیلی راحت دوباره اون کد رو اجرا میکنه یک بار برای 24 ساعت آینده یا هر زمانی که شما بخواید به ثانیه اون کد رو دوباره ذخیره میکنه و دیگه لازم نیست اون تابع شما کاملا اجرا شه. قابلیت بعدی سشن هاست که قابلیت این رو میده که توی پروتکل های وبسوکتتون برای هر کاربر شما همون حالت سشنی که توی پی اچ پی دارید رو داشته باشید و ازش استفاده کنید. بعدی هم اینترنشنالایزیشنشه که تقریبا بالای 10 زبان رو پشتیبانی میکنه و قابلیتی که اکثر برنامه‌نویسا فکر کنم ازش خوششون بیاد قابلیت دیباگ کردن ساده کد و تست کردنشه. وقتی که شما یک برنامه وبسوکت رو ران می‌کنید این همیشه ران هست
و شما خطایابی توش خیلی سخت میشه. ولی با فلک های دیباگی که شما توی کدتون میزنید وارد یک صفحه وب خاصی میشید که کنترل پنل فریم ورک است و اونجا نتیجه اجرای تستاتون وقتی اجرا شدن میبینید. مثلا شما میخواید ببینید که تست کنید آیا تو این تابه این دو تایی که من در آوردم آیا با هم دیگه برابر هستن به فرض یا نه، و توی اون صفحه شما نتیجه به همون به صورت ریل تایم نتیجه اجرای تستاتون که آره این دو تا برابر بودن، این شرحش اینه تو فلان خط کد تو فلان لحظه اجرا شده، شما خیلی راحت تر میتونید برنامه‌تون رو دیبگ کنید. و به غیر از اینکه راکت از پروتکل وب سوکت پشتیبانی میکنه، از درخواست ساده HTTP هم پشتیبانی میکنه که این قابلیت رو میده که شما کپچا بسازید و کار خیلی بیشتری بکنید. فکر کنم خسته شده یه دو دقیقه تنفس کنید. و خب اینم حرف اینو سرواست که صحبت کردم بسه. بله بفهمید. بفهم. مثلا میگه کانکشن باز اینجا می‌داره. بله. سرور که جمع اومد این کانکشن بسته میشه. یا دو باز میمونه. باز میمونه. یعنی باز میمونه و سرور هر چند تا ریسپانس خواست هر لحظه که خواست به شما ارسال میکنه. یعنی خود پروتکل در واقع HTTP شما یه ریکوست یه دونه جواب بیشتر بله قبلا نشده کرد بسته میشه. بله بسته میشه ولی توی وب سوکت باز میمونه و سرور هر لحظه که خواست به شما جواب یعنی یه ریکوست میزنه و سرور این تا جواب پس میده. بله هر لحظه که خواست ممکنه اصلا جوابی نده، هدرها رو که ارسال میکنه اداره هندشکش رو، بعدش دیگه باز میمونه هر لحظه که خواست مثلا به شما میگه که الان مثلا تو چت یه مسیج جدید اومده یا همچین کارهایی. بفهم بله. اگر شما فقط بله بله درسته. این مثلا شما من تو حرفام این بود که شما وقتی که یک درخواست یک سایت رو با اجکس ایجاد میکنید ممکنه هر لحظه ریکوست ارسال شه، هر ریکوست کلی هدر داره که حالا سمت سرور میره، خود زبان PHP یا هر چیزی که استفاده میکنید اون هدرها رو مجبوره که پارسشون کنه، بعد یعنی در مرحله بالاتر آپاچی یا انجینیکس پارس میکنه میده به PHP و یه پروسه خیلی طولانی، فقط طولانی از لحاظ کامپیوتر در حد چند میلی ثانیه است ولی طولانی حساب میشه، فقط برای پارس کردن اون هدرها میشه. نه وب سوکت این مشکل حل کرده چون دیگه هر ریکوست لازم نیست ارسال شه، ریکوست باز هست حالا باز تا دهرم باز بمونه ولی یک ریکوست بازه، اونطوری چندین ریکوست شما ارسال میکنید بسته میشه، ولی اینطوری به جای اینکه چندین ریکوست ارسال کنید و بسته شن یک ریکوست بازه و دیگه بسته نمیشه. میتونید مدت هم سرچ کنید که مثلا میگه این تا چه مدتی باز بشه. تایم اچ بله، یکی از ویژگی راکت اتفاقا اینه که شما میتونید برای کداتون تایم اچ بذارید، همونطور که تو جاوا اسکریپت میتونید که بگید این کد من میخوام 5 دقیقه دیگه اجرا شه، یکی از قابلیت های اصلی راکت. خب کانکشن رو نمیشه تقریبا این حالت رو داد، ولی تو همونجا میتونید بگید که مثلا این کاربر وقتی که هندل کانکترش صدا زده شد کد مثلا نیم ساعت دیگه این کاربر مثلا این کد اجرا شه که کاربر بسته شه، یعنی به همین سادگی. خب این تموم شد و ارائه تموم شد، حالا میخواییم در عمل بریم و یک برنامه ساده‌ای رو به وب سوکت بنویسیم. رفعیم به شاکت ببینیم کجاست. یه نرم افزاری میخواییم داشته باشیم، یه صفحه‌ای هست افراد میان همه توش به صورت آزادانه ناشناس هرچی میخوان مینویسن ارسال میکنن، یه حالت دیواریه که هرکی میاد یه چیزی روش مینویسه و قابلیتی که باید داشته باشه اینه که هر کسی که اینا میبینه نه هر کسی که توش هست میگه نیاز به رفرش نداشته باشه، هر کی که اینا بفرسته به صورت ریل تایم و در همون لحظه روی اون وال نمایش داده شه. خب بریم ببینیم چیا داریم. ما توی پروژه‌مون یه دونه
کلینت داریم. خب به طور معمول یه دونه هم سرور. کلینت ما کلینت قبلا آماده کردم، چون بحث الان بحث کلینت ما نیست و میخواییم سرور رو بنویسیم، و به همین دلیل من کلینت رو باز میکنم، بازش میکنم. اینجا میرم سیدی کلینت، بعد npm start، یه برنامه angular js رو خیلی تون میکشه. اینطوری میتونیم چیکار کنیم؟ مستقیمن وارد بارشیم. آه خب 9005 برنامه رو به پورت 9005 باز میریم. اینش 9005 فریبا. خب میگه نمیتونیم علیم به سرور بستشیم، که خب طبیعیه، چون این اهل سلام اهل سلام. خب چی میگفتم ببخشید، تماس اصراری بود، خانواده بودن. و آها داشتم اینو میگفتم که یه همچین برنامه رفرشش کرده بودم، میگه که نمیتونیم به سرور بستشیم، که خب طبیعیه سرورمون آپ نیست و داون هست. و میبینید هر مطلبیه، اینا مثلا تاریخه، مثلا و یه مثلا نمونه هست، اینجا میزنه میره و هر یه چیزی مینویسه و سابمیت رو میزنه، ارسال میشه. کاربر دیگه که اینجا هستن نمیدونه، اصلا بهتر این فرم رو بیاریم نشونه اینجا، میاریمش اینجا که کارمون تر بشه. index.js index.html. و توضیح هم میدم که این جاوسکریپت چجوری کار میکنه، ولی خب نمیخوام خیلی روی بحث کلنتش زوم شیم. توی اینجا ما این کانتینر که هست این رو باید درست کنیم، سفر رو به دو قسمت تقسیم کنیم، کلاس رو اونو نسبت بهتری اینجاست و اینجا هم که بناسون فرممون باشه، فرممون یه دونه فرم رو کپی کنم، post.html text area داره، فرم کلیکش سابمیته و اینطوری. بد شد یکم اینو نسبتش، به نظرم 4-6 باشه، برابر باشه. خب این رو که برام هز میکنیم خیلی ساده. بعد متد سندمون رو سابمیت رو هم بلن کپی میکنیم، میاریم برمیگردنیمش اینجا. و الان به نظرم اوکیه، اینطوری بهتر شد، حداقل به نظر من که بهتر شد. خب چیزی دیگه نمیخوایم، پست رو پاکش میکنیم، نمیخوایمش. update.js پست رو این چرا اینجا موند نمیدونم، حالا شما میبینید اینو پاک شد دیگه، یعنی من اینجا کلیک کنم. خب چی شد و توی next.html index.html امون هم این index.html بله اینو نمیخواییمش اولاً بله. و خب حالا یه لحظه ببخشید بازم میریم برای اینکه سرورمون رو شروع کنیم. خب من از فریمورک راکت میخوام استفاده کنم، یه فریمورکی که خودم روش کار میکردم و بعضی موقع هم روش کار میکنم. خب ساختار این فریمورک در حقیقت یه دونه کور داره، پوشه‌ای که کل
اجزای خود فریمورک شما با این پوشه کاری نداریم، امیدوارم حداقل کاری نداشته باشیم، باگی توش نباشه. و یه دونه هم اپلیکیشن که نرم افزار ما توش هست. نرم افزار ما یه دونه فایل روتر داره پیش بی داره که هر کاربری که به وبسوکت ما وصل میشه رو میاد میگه که چه اپلیکیشنی باید الان به این یوزر کانکشه. یه دونه پروتکل داریم، پروتکل همون مثلا جیسون داریم، اینجا یوز جیسون که میبینید تویت کلاسه جیسون، جیسون دیکود داره. توی پرزنت هم فکر کنم راجع به موضوع پروتکل ها صحبت کردم. حالا ما اینجا نمیخوام یه پروتکلی بنویسیم، از جیسون استفاده میکنیم، ولی مثلا کاری که میتونید با این پروتکل انجام بدید اینه که بیاید همینطوری که اینجا میبینید این داره الان اینجا جیسون دیکود هست. خب شما میتونید کاری که انجام بدید مثلا اینو یه رمزنگاری انجام بدید و کار متنوعی مثلا اطلاعاتتون رو یه رمزنگاری دو طرفه روش انجام بدید و به کاربر به صورتی امن ارسال کنید. و حالا پوش اپس، پوش اپس شامل نرم افزارهای ما هست. ما اینجا فعلا یه نرم افزار داریم کلن که اسمش اینجا از همین نرم افزار استفاده می‌کنیم که سه تا فانکشن کلیدی داره که این سه تا فانکشن رو حتما باید داشته باشه. یکی آن مسیج هست، یکی کانکتد و یکی دیسکانکتد. آن مسیج زمانی صدا زده میشه، بذارید از اولش که کانکت شدن کاربر میاد به برنامه ما وصل میشه، به فایل روتر منتقل میشه. خب مثلا کاربر به آدرسی مثل WS WebSocket با WS شروع میشه، یه پورتی 8009 فکر کنم اسلش مثلا تست، میاد بر اساس این اسلش تست اسلش اپ 1 اسلش مثلا اپ 2 میاد یه دونه نرم افزاری که توی پوشه اپس هست رو به کاربر تخصیص میده. چی میگن؟ تخصیص به کاربر میدتش. حالا یه چیزی اینو نمیخوایم سشن و میبینید که این فریمورک یه قابلیتی که داره اینه که شما توی ورودی های تابتون مشخص میکنید که در حقیقت چه کلاس هایی رو نیاز دارید. خود اون پرووایدر به فرض پرووایدر هایی که هستن رو میگید اینا رو میخوایم و اون کور به هسته فریمورک برای شما اونا رو ارسال میکنه به این صورت خیلی ساده. نام که الزامی از این دو خط در نهایت. و قسمت بعدی میریم اپمون رو بنویسیم خیلی ساده. بود فرض میکنیم کاربر وصل شده. خب حالا چیکارش کنیم؟ کاربری که وصل شده مطمئنه یه سری اطلاعات محل اطلاعاتی از قبل هست رو بهش میدیم. بس ما اینجا ریدیس رو نیاز داریم، ریدیس رو واو چیکار کنیم؟ این تریت ایمپلمنتس شده کانکتد یوزر خوب کانکتد یوزر ریدیس ایمپلمنتس داشت رو هست رو کنیم کار بکنیم پروتوکول ریتر کانکتد خوب کانکتد رویز بینم کلاس ایکسیس. خوب درست چک مخصم اینم که چک نمی کنه که یه وقت الان ایمپلمنت اون کلاس اصلی باشه. و اینجا ما میگیم کاربرمون ریدیس رو هم میخواد، ریدیس میخواد. خب خیلی اذیت میکنه ریدیس ریدیس رو میخواد. پس ما اینجا کانکتد و ریدیس. خب ریدیسمون هم در حقیقت اینجا باید دریافتش کنیم. درایور لاگرش رو اینجا معرفی کردم.
ردیس آره ردیس کور ردیس کور دیتابیس این هست که شما اینجا میبینید اپندو دستورات ردیس هست. اگر با ردیس آشنایی ندارید یک ویدیو کست توی کانالم operator.com/qt3e در مورد ردیس و کار کردن با ردیس توی PHP دارم. ولی یه توضیح مختصر که بخوام بدم، ردیس یک K-Value Store هست یا Storage و نزشیم بهش ردیس CLI سلکت کنیم ردیس 12 اون رو و کیس. خب یه لیست من قبلا این رو درست کرده بودم، ردیسش بکنم لیست رو نخودش با تب کامل شد و کیس. حالا ما از یه دون ساختار داده خیلی ساده لیست استفاده می‌کنیم. این لیست ما ببینید، ما ال پوش داریم، می‌بینیم یه لیستی داریم به فرض پوش دیتا رو مثلا آدم بنویسم، دیتا داشت ما خب دیتا داشت تو. حالا کیز رو که بزنم تمام کلیت هایی که توی ردیس هست رو به من میارم و حالا ال رنج با ال رنج بینیم که از 0 تا 100 100 عنصر اول لیست رو به من برگردم. خب طبیعیه لیست درست اول لیست بعد استارت و بعد اند دیتا 1 2. اونایی هم که جدیدتر بشه بالاتر این نکته هست، مثلا بگم یه دونه یه اولش رو 1 از 0 تا 0 که خود 0 شامل میشه. دیتا دو رو برمیگردم، پس مشکلی نداریم با این قضیه. امپورت کنم این برای اینجا میگیم که یوزر یک یوزر هست. لیست اینو من فقط صرفا می‌نویسم که بعداً اوتو کامپلیت آیدیم کار کنه خوب. و اینجا میگیم که از ردیس 100 تای اول رو بگیر الرنج که این چیه مسیج. خب 0 تا 100ش رو بگیر و 101 آنصور میشه، پس میگیم 99 که 100 تا بشه. ردیس الرنج مسیج 99 رو گرفتیم. خب حالا چیکارش کنیم؟ میخواییم به این کاربر ارسالش کنیم. میدیم کانت مساویه بود، میتونم از فور ایچ هم استفاده کنم ولی خب فور سریع تره، بهتره که از فور استفاده کنیم. کانت گرفتیم اینجا زنگش کنیم فور آی مساویه با صفر تا زمانی که فور کانت بزرگتر از صفر هست یک بزرگتر از صفره کانچ بزرگتر خیلی 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 هیچی نشید. این البته اینطوری از پایین به بالا ارسال میکنه و کار پس بهتره، اما با آی بنویسیم آی مساوی با صفر تا زمان که آی بزرگتر از کانچ هست بنویسیم آی پلاس پلاس یه موضوع زیاد میکنیم و یوزر سند مسیج. خب چه مسیجی رو؟ مسیج رو میشه باشه یه مسیج حتما همین یکی اینجا هست یه قاربیه آی مثل یک کار برمست میشه 100 تا پیغام قبل رو بهش ارسال میکنم. و حالا دیسکانکت شدن کار، خب دیسکانکت چه به ما هیچ ربطی نداره و آن مسیج آن مسیج میان یوزر مسیج رو داره. نظرش این چه زمانی صدا زده میشه؟ من دوکیومنتیشن فریمورک هم خودم یادم رفته، بعد الان بخونمش. روتر پروتوکول جیسون تست توی ویب سوکت دات پی ایچ پی سوکت دات پی ایچ پی نه توی کول server.php مسیج
خودش ابسترکت کلاسه، اون تام میکنیم فوقش اشتباه دیگه، دیگه عظیمت ها نیست. میگیم ریدیس رو هم میخواییم و بعد میگیم که یوزر هم یوزر هست. خب یوزر رو میکنم یوزر اینم استرینگه و ریدیس هم ریدیسه. حالا کاربر یک پیغامی وقتی به ما ارسال میکنه اونو باید ذخیرهش کنیم. خب اول باید توی دیتابیس هم ذخیرهش کنیم و بعد به تمام کاربرهایی که توی اون صفحه والمون هستند اون رو ارسال کنیم. یه ریدیس میگیم الپوش، الپوش کن توی مسیج چه چیزی رو مسیج مصابیه با جیسون اینپوت دیت دیت هم میشه دیت من بگیه بزرگ ندید اسمشو گذاشته بودم تکستمون هم مسیج. خب این رو ذخیره کردم توی ریدیس ذخیرهش کردیم و حالا بعد از تمام کار رو رد شیم و رحمت کنم سرور کلاسه توی سندر درست هنم سندر تو آن به همه کاربرها این پیغام رو ارسال کنیم. آن ببینیم کار میکنه بردمش بالا اینجا بعد این هم باش فرد میرفتم 9009 کلاینتون به چه پورتی وصل میشه؟ کلاینتمون 9006 وصل شد و این رو سابمیت میکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ چی میگه؟ میگه که نایت کانکت شده. لوکیشن از نات دیفایند. آها اینجا ما یه لوکیشن استفاده کرده بودیم که کاربر برگردن به صفحه ایندکس. خب الان نمیخوایم برگردن تو چون تو همین صفحه هست. چرا افتاد؟ نتورکمون میگیم که ریدیس سیل آی به کلانت ریدیس وست میشیم تو چند دومیه میندم ریدیس توی کانفیگ هامون توی کانفیگ هامون ما اینجا آره دوازده همونی هست به بستش این دوازده بست شدیم بیز سمی نگینسرت کرده نه چیزی ما به لحظه ترجمینم کروم رو باز کنم. اون کروم امکانات بهتری داره تو این زمینه.
سب میکنم کروم باز شه. ارسال شد و اینجا هم باید قاعدتا دریافت شه و میاییم اوه اپ یوزر رو انتخاب نکردیم یا شاید هم انتخاب شده دریافتش کرد. خب مشکل رو فهمیدم، میریم برای اینکه حلش کنیم. یوزر در حقیقت میگم کار کال نه موس هم که ازیاد کنم یوزر و مسیج رو امیدوارم که سری دریافت کنه این رو. واو خب بهتره فعلا این تست جی اس رو یوزر رو مسیج قبل این تیکه رو کپی کنیم بیاریم اینجا الان باید درست شده باشه. ببینیم کنات کنکت سرور داون هست. کنکتش داون شد. سابمیتش کردیم. پیغام همون هست دریافت شدن پروسس کار کرده تا اینجا رکورد پیش رفته تو آل مشکل داره خط سندر داد پیش بیدن خط 5 و 8
cannot unpack array which is string okay in 58 message users message server users و احساس میکنم این باید درست باشه server users بعد هم میدونم چشه server users for اینجا دیگه ترتیب مهم نیست یه دونه از کنترل میکنیم و میگیم یوزر سرور یوزرز سند مسیج امیدوار میشیم که حداقل این سری یه کارور بهش وصله اصلا معنا نبود اینطوری بشه کلی مشکل داریم پس مشکل توی یه جای دیگه باید باشه توی تا به سنده اون رو اگه نگاه کنیم ببینیم یوزر این رو با مطال کنیم یوزر و الان ببینیم چی میشه مپش نال هست طبیعه باید نال بشه
باشن. ترتیب این حالا باید عوض کنیم. ترتیب کلینتمون اشتباه بوده. پس اینجا Thank you.
یک دو سه نظرم این ویدیو رو ندم بهتره، خیلی متفاوتی شد، ولی خب ادامه میدیم. مهم اینه که بفهمیم سرچ هم میشه کرد، فراموشی هم از اون رو میاد. ای رو ما فرستادیم و چم اگه رفرش کنیم این که سرور داون شده. سنت نال اوبجکت. خب بریم سمت سرورمون رو ببینیم چیکار کنیم. پروتوکول ایوات سنت مسیج جیسون just درست شد و این سری تموم شد. حالا این را تستش کنیم و ببینیم که و حتی نفر دیگه این هم میتونیم مثلا اینجا امتحان کنیم. بریم دوتا تب اینجا می‌بینید که یک چیزی رو می‌نویسیم، سابمیت رو می‌زنیم و به محض اینکه سابمیت رو می‌زنیم توی یکی صفحه هم بروز میشه. منطقه خیلی پرپیچ و خم شد. خودش از پای نوشته شده. یعنی در حقیقت تنها جایش که قبلا نوشته شده یه خیلی ساده‌ای بود در حد 700-800 خط که یه نفر اومده بود نوشته بود فقط این امکان رو میداد که شما یک کلاس ایجاد کنید، کانکشناتون رو هندل کنید و ریسپانستون رو با اینکه یه چیز ارسال کنید رو کانکشن رو ببندید و روی اون توسعه داده شده و الان بکنم بالای 13000 خط شده باشه اون 700 خط. بله دیگه، شما سمت سرورتون رو با راکت میتونید بنویسید و کلینتتون رو هم حالا بله. خب
من پس چون وقت نداریم فقط یه توضیح بدم که چطوری ازش استفاده کنید. بله. اجرا کردنش من گذاشته بودم اینجا ببینیم. من فقط فرانت اندش رو خونه نوشتم رو حساب اینکه وقت زیاد هست، بعد که مثلا به این حساب که شخصیت مورد علاقه من فقط این فرانت اند رو خونه نوشته بودم که اینجا سرور رو با هم دیگه بنویسیم که مثلا اینکه وقت نیست اونام وقت ندادن. و من فقط یه توضیحات خیلی مختصر در مورد فایل‌ها این میدم که شما خودتون بتونید اگه علاقه داشتید خونه بدونید چی کار کنید. فقط یه توضیحات خیلی کوتاه. بله. این فایل سروری که میبینید دایرکتوری سرور خیلی هم کوچیک افتاده، دو تا پوشه اصلی داره، کور و اپلیکیشن، که کور رو شما اصولا نباید کاری داشته باشید، اون هسته فریمورکه، و اون اپلیکیشن هم فایل اصلیش فایل روترمونه که یه چنین فایلیه که شما میتونید توی این فایل کانکشن هاتون رو هندل کنید، پروسس هاتون رو وقتی کلینت بسته میشه و هیدرهای خاص خودشون رو بفرستید. در مورد آرگومنت رو باید بگم که این طور نیست که شما مثلا مشخص بشه یوزر یا مثلا الان هاستش رو میخواد، شما اسمش رو مینویسید و خود اون صدا زن کالر خود فریمورک میاد میگه که خب این الان آرگومنت اولش اسمش یوزره، پس یوزر رو ارسال میکنم و مثلا بعدی هاست اون یوزر رو ارسال میکنم که از الان چه چیزی، و اطلاعاتشون خودتون میگیرید، حالت کنترل هایی که توی انگولر هستن و به این صورت، یعنی آرگومنت ها مشخص نیست، لازم نیست حفظ کنید که الان مثلا اول اینه دوم اینه سوم اینه و به همین صورت. فایل بعدی دایرکتوری بعدی سری نرم اپ ها هستن که یک اپ هست و شما میتونید توی روترتون هر کدوم وقتی که کاربر وصل میشه کلاس کاربرمون اینا رو فقط دارم نشون میدم چون دیگه وقت نداریم، این کلاسی که کاربر ما داره، هر کاربر یوزری که شما آبجکتش رو میگیرید یک آبجکتی شما مربوط به این فایله توی پوشه کور ws.user.php برای کسی که دوست دارم میگم که برن با خوندن کد فعلا بفهمن چه داکیومنتاش هم هست، بعد که شامل یه آیدی، یه سشن آیدی داره، IP کاربر که متصل شده، و تمام اینا رو شما میتونید دریافت کنید، بعد کوئریش مثلا وقتی که به آدرس وب سوکت ایجاد شده یک دایرکتوری خاصی رو خواسته، مثلا /ws دو تا نقطه فلان سرویس هفت نقطه فلان پورت فلان /chat مثلا نرم افزار چت تونه میاد توی پس، بعد مثلا همون حالت کوئری های گتی هم که وجود داره میاد توی آرای کوئری، و فریم گیتتون هم که اون شارپیه که بعد از آدرس میزنید، حالا شارپ یعنی شیفت 3، و دیتا های یوزر هم که شما سرچ میکنید یه چیز، مثلا این یوزرتون الان توی این چت رومه توی اون چت رومه و غیره. نکات اصلیش همینه، باقیش ردیسشه، سیستم کششه که یک نمونه از استفاده کشش اینجاست به فرمت‌های مختلفه، مثلا اینجا حالا این خودم تغییرش دادم شرزاد داره یا 600. خب مثلا این هر روزه، مثلا این الان یک تابه شما دارید که میخواید اون تابه رو صدا بزنید ولی ریترن میکنید کش دو نقطه، یه تابه استاتیک کش توی کلاس کش رو زمانش رو به ثانیه وارد میکنید، اینجا 24600 ثانیه است که میشه یک روز، بعد میگید یه تابه بهش میدید که میگید این تابه استفاده شه و مثلا یوز فایل نیم، این فایل نیم میتونید اینجا استفاده میکنید و دیگه ریترنتون رو ارسال میکنید. این دیگه این کد 24 ساعت یک بار اجرا میشه دیگه، هر لحظه بایزه هر بار صدا زدن این اجرا نمیشه و 24 ساعت یک بار اجرا میشه. این کاربرد کششه چون وقت نداریم اینا رو بنویسیم، قسم این بود که اینا رو تک تک توی برنامه کار کنیم که یک ساعت اینا ولی وقت کم بدن. و کلاس دیگه ای داره FTP و غیره که شما میتونید استفادهشون کنید، ولیدیت و غیره. حالا
من تا اینجا الان چون 10 دقیقه وقت داشتم میتونستم توضیح بدم، دوستان که تمایل داشتن میتونن بعدش بیان و چند نفره گپ بزنیم، چون دیگه وقت ندادن. نمیدونم چیکار کنم در مورد کلاینتاش. بله کیوتی چون تازه شروع شده، هنوز توی گوگل نمیده. آره آره کیوتی بذارید بنویسم. بزرگترش کنم. گیتار بله رادیو آزاد صرف نمی کنه براش وبسایت زد. کسی سوالی نداره دیگه چون دیگه وقت